سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 64 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم قطعه نوایی رو با همدیگه کار بکنیم که این قطعه ترانه محلی هست و خب قطعه قشنگیه و خیلی معروفه، احتمالا شنیده باشینش و خیلی دوست دارن اینو اجراش بکنن. امیدوارم که بتونید که به زیبایی اجراش بکنید و لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. شماره 64 یه قطعه دوچاره و شمارش اون براش به صورت یک و دو و او میشه. نکته که تو این قطعه مهمه اون کشش های ریز ها و تیریل ها هست که باید سعی کنید معادل خودش دقیقا نگه دارید. حالا سیاه های که خیلی آسون هن، یعنی بنازه دو و او باید ادامه بدید، ولی جاهایی که چنگ نقطه دار داریم یه کمی، چون بعدش هم با دست چپ وصل میشه به نوت بعدی، اینجا باید یه کمی تمرینش بکنید که دستتون بیاد فاصله این ریزا باید به چه شکل باشه. حالا پایین قطعه یه توضیحاتی رو هم نوشته که حالا گفته مثلا اگه دوست داشتی بسته به سرعت اجراتون میتونید ریزا رو پنج تایی بزنید و ششمیش بشه اون نوت چپی که با خط اتصال بهش وصله، یا هفت تایی بزنید و هشتمیش بشه اون نوت جدا، مثلا توی خط اول میزان سوم که یه نوت ر داریم که قرار ریز گرفته بشه و وصل بشه به دوی بعد از خودش. ما میتونیم مثلا اینو پنج تایی بزنیم، یعنی میشه 1 2 3 4 5 و ششمی بیاد رو نوت دو، یعنی میشه، یا هفت تایی بزنیم، بستگی داره به سرعت قطعه و سرعت دست ما که چند تا میتونیم بزنیم. ولی در کل وقتی که ما به این سطح از نوازندگی میرسیم دیگه تعداد این ریزا خیلی برامون اهمیت نداره، مهم کشش نوته که ما به اندازه دو او و روی نوت چنگ نقطه دار باشیم و او رو فرود بیام، یعنی دو او و او، دو او و او، دو او و او. دیگه نمیشماریم که هفت تا خورد، نه تا خورد، پنج تا خورد، مهم نیست چند تا میخوره، مهم اینه که کشش نوت و اون بازه زمانی که برای نوت در نظر گرفته باشه با ضربات متوالی پر بشه. میریم از اول شروع میکنیم درس رو و اگر نکته داشت با هم دیگه کار میکنیم. بهتره که دو میزان بخونیم. از همون اول نوتامون هست دو دو تریل می، میزان دوم می ر ر دو تریل ر، پس میشه دو دو می می ر ر دو ر. دیگه نمیشماریم چند تا خورد، ولی خب دیگه حداقل 8 تا رو باید بزنیم. و اینکه دقت کنید در مورد نوت می که با یه نوت بالاتر باید تریل بگیریم، نوت بالای می میشه فا. ما فا رو در حالت کلی فای خرک دوم پشت خرک در نظر میگیریم، فقط زمانی تریل می رو با فای 9 میگیریم که کنار تریل 9 گذاشته باشه، یعنی می رو با فای خرک 9 تریل بگیره، ولی مثل اینجا که چیزی به ما نگفته نوت می رو با فای پشت خرک تریل میگیریم. پس با شمارش میزنیمش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. میریم سراغ دو میزان بعد، سی دو سی دو ر دو سی ر دو، سی دو سی دو ر دو سی ر دو. پیش بریم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. کل خط اول یک جمله رو تشکیل میده، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10. تو بعد دوباره اجراش کنیم، من دور یکم سریعتر اجراش میکنم که بشنوید چه صدایی میده. میریم
سراغ خط دوم. دوره می فا می ره ره دوره دو دوره می فا می ره ره دوره دو میشماریمش یک و و او دو و و او یک و و او دو و و او دو بزن آخر خط دوم سی دوره سی ره دو سی دوره سی ره دو شماره شش کلی واضح یک و و او دو و او یک و و او دو و و او کل خط دوم رو بشنویم یک و و او دو و و او 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 میریم سراغ خط سوم. خط سوم نوتامون هست سکوت چنگ سول فا 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 سول. پس با یه سکوت چنگ شروع میکنیم سول فا 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 سول. سول رو باید به صورت تریل با نوت لا بزنیم. اینجا این علامت بمولی که بالای تریل سول گذاشته منظورش همون لا بموله که همون لای پشت خرک ما باید اجرا بکنیم. شما از نظر نوازندگی کار خاصی براش نمیکنیم، مربوط میشه به کوک ساز شما. با شمارش یک او سکوت از و باید شروع بکنیم. میگیم یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. بریم سراغ دو میزان آخر خط سوم فا سول لا سول فا فا می می فا سول لا سول فا فا می می. شمارشش یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. کل خط سوم رو اجرا می‌کنم یک و و او دو او و او 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 یک و و او دو او و او. و میریم سراغ خط آخر. باز دوباره با یه سکوت چنگ شروع میشه سکوت می می سول فا می می ره ره. اینجا می می و بعد اون پرشی که داریم برای سول باید دقیق دستتون روی سول فرود بیاد. پس میشه یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. فای نه داریم باید فرک نهم بزنیم. و دو میزان آخر خط چهارم سی دو سی دو ره دو سی ره دو. دقیقا تکرار دو میزان آخر خط اوله این قسمت سی دو سی دو ره دو سی ره دو یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. خط آخر رو یه بار کامل اجرا می‌کنم یک و و او دو او و او 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 یک و و او دو او و او. خیلی خوب، میریم یه دور کامل قطعه رو از اول تا آخر بشنویم که بدونید شما باید چی اجرا بکنید و چه صدایی از سازتون در بیارید. یک و و او دو و او 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 یک و و او یک و و او دو 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 و او. یک و و او دو و او 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 یک و و او دو و او. اگر که بخوایم رتو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو باید بزنیم روی سرعت دو ضربی و سرعت 80. یک دو یک و دو و یک و و او دو و و او 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 یک و و او دو و و او
اینم اجرای این قصه با مترونوم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.